سلام و درود خدمت شما عزیزان همراه با رسانه موزیکلند، امیدوارم حالتون خوب باشه و سالم و سلامت باشید. این اولین برنامه ما توی سال جدید، سال 1401. نمیدونم تبریک بگم بهتون یا نگم، و برای خودم که اینجوری تغییر سال تنها یک تکرار در تغییر فصله و چیز جذابی دیگه خیلی ساله برای من نداره. نمیدونم برای شما هم اینجوری هست یا نه. واسه همین من معمولا سال که نو میشه تصمیمم بر اینه که دیگه تبریکی نگم، مگر اینکه خیلی کوچولو باشن و شوق و ذوق سال نو رو داشته باشن. به هر حال برای من که تغییر فصله تنها. خیلی خوش اومدید به موزیکلند. ممنونم که توی یک سال اخیر همراه ما بودید، اما دیگه نمیخوام از این حرفای چیز بزنم. این برنامه هدف خاصی نداره به غیر از حالا بخش خوانندگی، و میخوایم یه نگاه بکنیم ببینیم که توی اجراهای نوروزی چه داشتیم. یه تجلیل خیلی درست درمون میخواستم بگم دم تلویزیون مناتو گرم که انقدر خوب برنامه نوروزی تهیه کرد، جدای از تمام کلیشه هایی که توی برنامه های دیگه بود. دو نفر می آوردن مثلا می نشستن راجبش حرف زدن. دو تا کنسرتی که شاید خیلی از ایرانی ها، شاید توی جمع این دو تا کنسرت 100% ایرانی ها دوست داشتن که مثلا حالا یا توی این کنسرت باشن یا توی اون کنسرت، این دو تا کنسرت رو برگزار کرد، کنسرت آقای معین و گوگوش عزیز، و خیلی لذت بخش بود تا یک جاهاییش. مطمئنن برای خیلی ها لذت بخش بود، مطمئنن خیلی هزینه بردار بوده برای شبکه این منوتو، ولی دمشون گرم که این هزینه رو کردن و احترام به حقوق مخاطب گذاشتن و هنرمندهای محبوب خیلی ها رو آوردن و کنسرت اجرا کردن به صورت لایو و زنده. در رابطه با اینکه حالا کیفیت برنامه‌ها به چه صورت بود، باید بگم که من شخصا لذتی نبردم از اون اجراهایی که دیدم. شنیدن اون کارها برام بسیار لذت بخش بود، اما کیفیت اجرایی پایین بود. این هم دلیلش به خاطر اینه که خواهم گوگوش هم آقای معین اینها سنهای بالایی دارن و صدای تحلیل رفته، به این نکته حتما میرسیم، ولی به خاطر همون تحلیل رفتن صدا، به خاطر پایین اومدن توانایی اجرا، اجراها خود اجراها ذات اجراها اجراهای چنگی به دل نمیزد، ولی شنیدن آهنگ هایی که سالهاست باهاشون خاطره داریم، مثلا معین بی بی گل رو اجرا کرد، خونه رو اجرا کرد، آهنگ تناز رو اجرا کرد. گلای خوش که تو گلدون خبر از درد میده، و خیلی آهنگ های خوبی رو اجرا کرد. گوگوش همینطور، مخلوق کارهایی مثل پل رو اجرا نکرد. الان یادم نمیاد، از ذهنم پریده که کدوم کارها رو اجرا کرد. قریب آشنا، همسفر، کارهایی بود که گوگوش اجرا کرد و خیلی لذت بخش بود. مرهم رو کلام اردلان سرفراز، ملودی فرید زولان بود، اجرا کرد و میگم لذت بخش بود شنیدن این کارها، اما ذات خود اجرا چنگی به دل نمیزد. و این رو دارم میگم به اونهایی که میخوان در آینده خواننده بشن و تفکرشون اینه که مثلا ما مگه تا چند سالگی میتونیم بخونیم؟ شما تا زمانی که زنده اید میتونید بخونید، به شرطی که از صدا مراقبت بکنید. حالا زمانی که افرادی مثل گوگوش، مثل معین خواننده شدن، شاید اون زمان این علم وجود نداشت که میشه از صدا نگهداری کرد، میشه بهداشت هنجره رو رعایت کرد. ما توی بحث نگهداری صدا خیلی چیزها دخیله، بهداشت هنجره است، رعایت رژیم غذایی،
استفاده اصولی از تارهای صوتی، تمام اینها شما اگر یک در واقع مربی صدا سازی داشته باشید، یک استاد صدا داشته باشید در کنارتون، میتونه این رو برای شما حفظ بکنه. این صدایی که شما تا مثلا صدای پخته‌ای که توی سن 40 45 سالگی دارید رو میتونه براتون نگه داره تا سنین بالا، تا حتی 90 سالگی، شاید هم 100 سالگی. دیدیم توی خیلی جاها، دیدیم صداهایی که موندن. نمونش آقای عارفه، حالا نمیدونم جناب آقای عارف این مسائل رو رعایت کردن یا نه، قطعا باید رعایت کرده باشن، ولی خب شاید استثنا هم وجود داشته باشه. یک جا میبینی یه نفر خدا دادی، یک شانسی خدا بهش میده و صداش میمونه توی حالت اصلی خودش. به هر حال این اتفاقیه که افتاده. کهولت سن همیشه باعث تحلیل رفتن حالا تارهای صوتی، عضلات حنجره و خیلی چیزهای دیگه میشه، اما میشه ازش جلوگیری کرد وقتی که ما از چند سال قبلش به این فکر بیفتیم که از حنجرمون محافظت بکنیم، مراقبت بکنیم. و اینها باعث میشه که ما توی سنین بالاتر هم بتونیم که صدا و تراوت صدا رو تا حدودی نگه داریم. من یک مصاحبه مفصل بی‌پرده با خانم هما سرشار دارم، به زودی در من و تو پخش. بله. یک بخش دیگه هم که بود توی اجراهای زنده، من حمید حامی رو توی برنامه فکر می‌کنم احسان علی خانی بود که برنامه عصر جدید که اومد و اجرا کرد و پیانو خوب نمی‌زد و اصلا یه اجرای فاجعه ای اتفاق افتاد و انقدر محو، یعنی مات و مبهوت، محو نه، مات و مبهوت این اجرای بد شده بودم که اصلا زبونم بند رفته بود. ولی خب بعدش متوجه شدیم که اون پیانویی که زده میشد، حالا مشکل از صدای پیانو بود و بعد یه اجرای مجدد داشت و اصلا ترکوند حمید حامی. اجرای حمید حامی رو به شدت دوست داشتم، خود اجرا رو. کاری به حالا متن ترانه ها و اینها نداریم، من دارم در مورد اجرا صحبت میکنم. اجراها خوب بود. برنامه های نوروزی که دیدم، من کامل برنامه من و تو رو دیدم. بابک سعیدی رو بسیار خوب دیدم، یک موزیک خیلی خوب تنظیم کرده بود برای اینتروی برنامه نوروزی من و تو که فوق‌العاده خوب بود، لذت بردم ازش. اون متنی که انتخاب کردم فکر میکنم رها اعتمادی، اگر اشتباه نکنم رها اعتمادی هم ترانش رو نوشته بود. ترانه رو زیاد یادم نمیاد، اما میدونم که یک ترانه انگیزشی تقریبا در مورد ایران بود و خوب از آب در اومده بود. اجراها خیلی خوب بود، خواننده هایی که استفاده شده بود مناسب بود، یه سری کلمات توی ترانه استفاده شده بود که این رو قبلا رها اعتمادی نشون داده که دوست داره از اسامی مختلف توی ترانه‌اش استفاده بکنه و شاید یک جورایی با یک سری از اسامی هنجار شکنی بکنه، ولی توی این قضیه هم بد نبود به غیر از یکی دوتا اسمی که اونجا نباید. من شخصا اعتقادم اینه که نباید میشنیدم، مالا شاید خیلی ها دوست داشتن که شنیدن اون اسامی رو. و دیگه براتون بگم که جونم برات بگه که نمیدونم، اجراهای نوروزی رو زیاد ندیدم به غیر از شبکه من و تو و اون تیکه‌ای که حمید حامی اجرا کرد توی برنامه ماه عسل، توی برنامه عصر جدید. و کلیت برنامه های بدی نبود و نمیدونم، اگر شما هم دیدین برنامه ها رو حتما نظرتون رو در موردشون بنویسین. کنسرت های لایو اینجنینی خیلی به آدم میچسبه.
هر چند این رو هم توی پرانتز بگم، ما در مورد اجرای موین صحبت کردیم، خودش توضیح داده بود که سرما خورده و مشکل حنجره داشت. گوگوش عزیز هم که خب به خاطر شرایط سنی هم لرزش دست ها رو داشتیم، هم لرزش فک رو داشتیم، میدیدیم و به شخص خیلی ناراحت شدم، خیلی ناراحت شدم از اینکه خانم گوگوش توی سن 72 سالگی هن، توی سن 71 سالگی هن و دارن میرن توی 72 سالگی. من خودم حضور ذهن ندارم، توی صحبت های خودشون دارم میگم. کار آخری که اجرا کرد نازت، که از ترانه و ملودی و از ترانه و ملودی ناصر عبداللهی استفاده کرد، به شدت به صداشون میومد و خیلی من لذت بردم از اون کار. و خیلی ناراحت کننده است وقتی میبینیم که عزیزانمون، عزیزان هنرمندمون پا به سن گذاشتن و شخصا نبینم اون روزو، اما امکان داره یک روزی تنهامون بذارن و خیلی ناراحت کننده است واقعا، خیلی ناراحت کننده است. نمیدونم راجبشون چی بگم. دمتون گرم که تا این لحظه همراه ما بودید. اگر نظری دارید در مورد اجرای نوروزی، من گفتم اجرای حمید حامی رو دیدم و اجرای معین و گوگوش رو توی اجراهای نوروزی، ویژه برنامه‌های نوروزی، اگر فکر میکنید که مثلا جای اجرایی بوده که خیلی خوب بوده، حتما به ما بگید بریم ببینیم و توی کامنت ها حتما برامون بنویسید. دمتون گرم. اگر تا الان کانال یوتیوب رسانه موزیکلند رو سابسکرایب نکردید، سابسکرایب بکنید، دکمه زنگوله رو بزنید، کامنت فینگلیش برامون بزنید لطفاً، تا یوتیوب شما رو ربات تشخیص نده. تا یه قسمت دیگه در رسانه موزیکلند، خدا نگهدار.